به نبض سلامتی صبح زندگی با بخش‌های نسخه سخت ساز و تازه های طبی خوش آمدین. انشاءالله که تا این لحظه هم برنامه صبح زندگی بر شما عزیزان خوب و خوش گذشته باشه. امروز هم موضوع بسیار جالب و مهم را انتخاب کردیم که مربوط بخش ارتوپیدی میشه. آرنج تینز بازان شاید شما هم از جمله افراد باشین که این موضوع را کمتر شنیده باشین. آرنج تنیس بازان با آرزه گفته میشه که در اثر استفاده بیش از حد از آرنج ها و همچنان از دست در نزد ورزشکاران تنیس به وجود میه البته ورزشکاران این رشته تنیس تنها کسانی نیستن که این مشکل را دارن گوه اوقات هم میتونه این مشکل نزد افرادی که قصاب هستند و یا هم کسایی که بیشتر نجوری میکنن ایجاد شوه ای که دلیل ایجادش چی هست و ما چطور میتونیم پیشگیری بکنیم راه تداویش چگونه هست همه ای موارد را میخوایم امروز صحبت بکنیم با دکتر محترم حارس عارف متخصص امراض ارتوپیدی و تراماتولوژی که با ما هستن و شما عزیزان هم اگر در این رابطه کدام سآله دارین میتونید که لحظه از, از طریق صفحه فیسبوک صبح و زندگی و تلویزیون جهانی آریونا سآلاتتان را به طور زنده همراه ما شریک بسازین حتما که در جریان برنامه هست دکتر صاحب سآلات شما را پرسان خواد کردم بسیار خوش آمدید دکتر صاحب صحبتان بخیر تشکر سلام به خود دکتر جان به به زیستان. بازم موضوع خوب در خدمت سلامت باشین ما هم خوشحال هستیم از اینکه شما را بعد از مدت دوباره در صبح زندگی در بخش نبض سلامتی با خود داریم حالا خوب است که صحبت های خود را آغاز بکنیم با دکتر سایب حارس عارف متخصص امروز ارتوپدی و تراوماتولوژی و معذف در شبخانه وزیر اکبر که همی لحظه با ما هستن و صحبت های را همرایشان آغاز می کنیم خب دکتر خوب است که معلومات مفصل از شما داشته باشیم در مورد آرزای آرنج تنیس بازان که چگونه یک مشکل هست؟ خوب آرنج تنیس بازان اصلا خود ساختمان آرنج یک ساختمان آناتومیکی است که با قسمت استخوان که در بازو است که به نام توان میشه بسیار خوب دکتر صاحب حالا خوب است که در مورد نشانه ها و اعراض علائم تنس البو بر ما معلومات بتین یک فرد که به این مشکل دچار میشه چگونه حالات نزدش پیدا میشه از کدام اوزاد بیشتر شکایت میکنه احساس درد بیشتر است و یا هم مشکل دیگه میتونه داشته باشه خب هر زمانی که از سر استرس های متکرر این مایکرو ها که با وجود میاد خود یک پارگی مایکروسکوپیک و یا یک التهاب ده خود التهاب غیر تقیوهی در خود میدیل پیکاندیل لترال پیکاندیل یا می قسمت پایانی استغان ازاد با وجود میه و بالاخره تشخیص تینسل بود پیش از یا میشه اولین چیزی که مریض شکایت می داشته باشد درد است و همچنان اساسیت در خود ساحه موجود می باشد که با دستانان ساحه یا با حرکت دادن ساحه شدیدن دردناک میشه در پیش و بخاطر ازې کې مو به تونه میرد بشتر او راحت تر ور بین نوم وګوي او بفهمم یي با سي استيجه با سي مرحله مې مشكلات ازي مرزا مو تقسیم میکنیم که مرحله اولش درد فقط د حالات ميباشه کې یو کار فزیکی میکنن و د مرحله دومش درد زمانه ميباشه کې فعالیتای فزیکی زیات میکنن و یو غلتهاب مزمنوم د ساهه موجود ميباشه و هغه عام خلک می خوانه بشینان استرات کړه دغه مورکته ته په ځم در د پیشون موجود ميباشه او درجه سم یا مرحله سم شي استیج سمش دردای است که حتی از خواب بیدار میکنه مریضه برلاوی که در جریان فعالیت های فیزیکی برش پیدا میشه از خواب مریضه بیدار میکنه و سبب ناراحتی در پیش مریض میشه بله دکتر صاحب حالی که ما چطور میتونیم از تنس البو و یا هم آرنج تنس بازان که اگر زی دردناک از قسم که شما هم گفتین بیشتر اوقات حتی سبب میشه که مریض از خواب بیدار بسازه دکتر صاحب در مورد اسباب و یا هم عوامل ایجاد کننده ای مشکل معلومات بدین که چه موارد سبب میشه که نزد یک فرد همچون مشکل ایجاد شود؟ خب ساختمانک در قسمت خود پایانی استخوان ازاد وجود داره که بنامی کاندیل یاد میشه هر زمان که التحاب از هر سبب که باشده میشه به وجود میه میتونه باعث یک آرنج تنیز بازا و خود یک پاید می قسمت است نام انولار یاد میشه که استخوان که را با خود مفصل جاینت میکنه <applause> همین بزرگ شده باشه پرتروفی کرده باشه سبب التهابات به وجود آمده میتونه باعث ایجاد درد و باعث ایجاد تنسل بشه و پیش فت هر زمانی که یک کلسیم دیپوزیشن، یعنی از در به جای در قسمت دیگه بیرون از استغان تشکیل شوه و یک کتله را بسازه سبب به وجود آمدن آنجا تنیس بازار شده میتونه و همچنان دردهای دای که در قسمت دمی قسمت بوده میتونه و باید تشخیص تفریقی ما بکنیم در است که ریفرال می یعنی مشکل کردن می باشه سریکال آرتروز می در پیش از یا درد انتشار میکنه با او قسمت که باید تشخیص تفریقی شوه و باید. کسایی که مشکلات شانه دارن و فروزن شلر دارن دردای اون تا قسمت البومیه باید ای دی هم نکته متوجه باشیم که در دار از او تشخیص تفریقی باید بکنیم و همچنان افراد را که بیشتر مصاب می سازه، یعنی ریسک فاکتورها که در پیش از اونها هست <applause> بر علاوه از اینکه تنیس بازار مصاحب می سازه چون اول پیش از اونها مشکل پیدا شده بوده و تشخیص شده بوده به مخاطری به نام از ما مونده در حالی که هر گروه سنی و هر فرد میتونه ولی سن اوسطش در سال میتون افراد مصاب بسازه و خانمایی که در خانه بیشتر کار میکنه سر کارشون با حرکات همین قسمت مفصل آرنج است میتونه در این مشکل پیدا شود، کسایی که نجاری میکنن و بیشتر همین مفصلشان حرکت میکنه سر سایه دوامدار مصاب میشن میتونه این مشکل در با بوجود بیه دکترایی که بیشتر با عملیات سر کار دارن و همین آرنجشون مفصلانشان بیشتر حرکت میکنن میشه که از مشکل شوند و همچنان پیشتر در وسط معلوماتی خودت هم گفتی کسایی که مستری هستند و بیشتر این مفصلشان حرکت میکنه و استرس های دوامدار دچار دو میشه این مشکل میتونه در پیش از با وجود بیه کسایی که آب بازی میکنه و امی حرکات اغراق میزه باسته تکده این مفصل انجام میتن خود از این میتونه این مشکل در پیشان با وجود یعنی تقریبا افراد و گروه های مختلف هست که میتونن مساب شوند و اوام از سر استرس های دوامدار که این مفصل با وجود نه نه تشکر دکتر صاحب سلامت باشین نظر آخر شما را و همچنان پیام شما رو می داشته باشیم و کوتاه هم در مورد راه های تداوی استفاده از هر گونه دوا بدون توصیه و مشوره دکتر ممنوع است پس شما عزیزان هم هیچگاه تلاش نکنین که از دواهای مختلف به صورت خودسرانه استفاده بکنین چرا که ممکن سبب ایجاد عوارض جانبی خیلی شدید نزد شما عزیزان خواهد شود و هیچ وقت دواهایی را که شما خودتان استفاده میکنین و دکتر صاحب به شما تجویز کرده کوشش نکنین که این دواها را به افراد که مشکل شما را دارند و مثل شما به مو مریضی دچار هستند توصیه بکنین چرا که این هم میتونه خیلی آسیب های جدی را بر جانب مقابل ایجاد بکنه حالا صحبت های خود را, را ادامه میتیم با دکتر صاحب حارس عارف متخصص امراض ارتوپیدی و تراوماتولوژی و پیام آخرشان هم داشته باشیم در مورد تینس البو و یا هم آرنج تنیس بازان خب کسایی که مصاب و تاسو یې که ستریق داکټر برشون میشه مثلا جلوګری اسه راکات اس د مو ساحه 26 هفته همو را مراد وکړن ورو کسایي که مساب نشته کوشش کړي ورزشای دوامدار داشته وشن تا استرسای که د فطنی به وجود نه وایي سپارګي خود ازلات از د مو ساحه میشه د پښون جلوګری شوه و په تداوی را که مو بر ازینه ده نظر میگیریم کسایي که مساب استند و تداوی مو شامل تداوی محافظوي است شامل تداوی عملیاتی است تداوی های محافظه ما معمولا شامل ادویجات چون بروفین که شما بسته معلوماتی در بارش داشته از با. جمله ادویه که ما در این مشکلات توصیح میکنیم برشان و خود مساج یا فیزیوتراپی برشان توصیح میکنیم و در این اواخر مشاک پیوایی که با وجود آمده هم تداوی های جدیدی که با وجود آمده میتونیم از اونا را پیشان استفاده بکنیم و توصیح بکنیم برشان و همچنان از طریق تداوی دیگه که حال استفاده میشه که زرق خون خودش بعد از تصفیه در با امرای یک مواد انستیسیک که در هست و بالاخره تداوی های عملیاتی ما هست که تداوی های عملیاتی ما شامل دور کردن امو انساج اضافی یا پرتروفیک که در وجود آمده و خود از بین بردن ساحل تهابی در هست حتی برداشتن یک قسمت خود از امو سایر تکازی و تشکر. دوباره وصل از او سلامت باشین دکتر صاحب یک جهان از حضورتان از اینکه صحبت های بسیار خوبتان در مورد آرزه آرنج تینز بازان همراه ما و بیننده شریک کردین و خدا کنه که بیننده عزیز ما هم توصیح های دکتر صاحب گوش کرده باشن و پس از این هم در زندگی خود عملی بکنن تا بتانن که کاملا سعتمند و سالم زندگی بکنن وقت خوش برتان میخوایم دکتر صاحب از شما هم قدردانی میکنم کنم بینندای عزیز و مهربان از اینکه ما را تنها نگذاشتین و بخش های مختلف از نبض سلامتی صبح ها زندگی را به خاطر دیدن انتخاب کردین در بخش بعدی هم فراموش نکنین که مهر مرسل امیری مهماندار است و مهمانانشان هم محمد صادق و همچنان نظیفه نصر محصلین هستند در مورد وضعیت فعلی زنان صحبت می قبل از اینکه نظریات اونا را بشنویم و صحبت هایشان را با مرسل داشته باشیم همین لحظه هم بریم به طرف بخش تازه های طبی و امروز می در رابطه به بوت های هوشمند به شما عزیزان معلومات بدیم تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقمند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نمایین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نمایین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آرلینا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سابسکرایب کنین